در این ساعت جوای دکتر منصور فرهنگ، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در ایالات متحده آمریکا هستند. جناب دکتر، به شما سلام عرض می‌کنم. سلام، متشکرم از دعوتتون. جناب دکتر، اولش یه سوال دارم که امیدوارم بتونم به سادگی بیانش کنم. دنیا در چه وضعیتی به سر می‌بره؟ آیا یه جوری نیست که به نظر میسه هر کسی سازش خودش رو میزنه و همه در انتظار یک سری اتفاقات بزرگن؟ اروپا یه سر، اروپا خودش چند شقه شده، ایالات متحده آمریکا مسائل خودش رو داره، مسائل خاورمیانه هم که سر جای خودشه. میتونید به من بفرمایید که چی میگذره؟ به طور خلاصه یه نقشه ای رو ترسیم کنید، یه تصویری رو بدید به طور خلاصه از وضع کنونی تا من بتونم سوالات هم مطرح کنم. اجازه بدید دو کلام راجع به آقای احمدزاده بگم که ایشون موقعی که واشنگتن بود و دیدار دخترش اومده بود، من برای دومین سال در ایران هم ایشون رو دیده بودم و واقعا صحبت با او و به طور کلی گوش دادن به مسائل مشکلاتی که او باش روبرو بود از دو جهت براش دردناک بود. به اون شکلی که یکی از جهت انسانی، از دست دادن فرزندانش و اینکه این انقلابی که اینها سالها براش مبارزه میکردن به چه جهنمی کشیده شد، ولی درد دیگری که برای اون گروه وجود داشت و برای اون تعدادی از ما که با اعتقادات مذهبی ارتباطی نداشتیم در رابطه با دفاع از انقلاب ایران، این بود که اینا واقعا یک تفسیری از اسلام داشتن که فکر میکردن میتونه در جامعه ایران مدنیت و آزادی ایجاد بکنه و بعد به جایی رسیدن که دقیقا این تفسیری که اونا داشتن محدود به گروه خاصی محدود در ایران بود و به نام همون اسلام چه جنایاتی در ایران انجام شد که برای اونها خیلی از این جهت دردناکتر از گروه های عرفی و غیر مذهبی بود که از انقلاب حمایت کرده بودن. فراموش نمی کنم، به هر حال به تسلیت میگم به بازماندگان ایشون. ولی این سوالی که شما مطرح کردین، بهترین عبارتی که خود شما به کار بردین اینه که هر کسی ساز خودش رو میزنه. چرا؟ به این دلیل که ما در دوره ای از داریم یک دوره ای از تاریخ رو میگذرونیم که چه از نظر تکنولوژی، چه از نظر این انقلاب اطلاعاتی و چه از نظر پیامدهای ناخواسته، دو واقعیت در جهان سیاست و به طور کلی در زندگی منتها در روابط بین المللی به طور عمیق‌تر و وسیع‌تر وجود داره و اون اینه که سیاست‌ها و کردار کشورها میتونه پیامدهای ناخواسته و تعجب‌آور داشته باشه. یعنی دست به اقداماتی میزنن با اهداف مشخصی ولی نه تنها به خواست خودشون نمیرسن، بلکه نتایجی بار میاره که درگیری با اونها اینها رو در برابر گزینه‌های بد و بدتر قرار میده. تردیدی نیست که آمریکا در خاورمیانه با این مشکل روبرو شده و اجازه بدید من دو خبری رو که امروز شنیدم که هر دوش مربوط به ایرانه و اگر شما علاقمند بودین توضیحات بیشتری راجعش بدیم. یکی این که آقای ترامپ میخواد وزیر خارجش رو تغییر بده و مارک پامپیو که امروز رئیس سیاس او رو وزیر خارجه بکنه و تام کارتن سناتور ایالت آرکانساس اونو وزیر خارجه. یعنی این دو فردی که سالهاست با برجام مخالف بودن و در رابطه با ایران گزینه نظامی رو به گزینه دیپلماسی ترجیح دادن که اگر اینا یکی در سمت وزیر خارجه باشه و یکی هم در پست رئیس سیاه، ترامپ هم که وضعش در حال روشنه، این واقعا یک خطر بی سابقه در رابطه با ایران ایجاد میکنه. خطر سفر خبر دومی که امروز منتشر شده بود، اون هم به نظر من خیلی جالب بود، مربوط به تام کری وزیر پیشین خارجه آمریکا بود که میگفت در گذشته نتانیاهو و حسنی مبارک در مصر مرتب از آمریکا میخواستن که تأسیسات هسته‌ای و پایگاه‌های نظامی ایران رو بمبارون بکنه برای اینکه ایران کشوریه که زبان دیگری رو نمیفهمه.
خیلی جالبه که بنابراین این خطری که برای ایران از جانب منطقه وجود داشته، یعنی این نگرانی رو که ایران در منطقه ایجاد کرده، به علاوه این شخصیت‌هایی که سرکار میان، وضعی در خاورمیانه ایجاد کرده که واقعا از نظر تاریخی بی سابقه است و پیامدهای اون میتونه فاجعه بار باشه برای کشور ما. من فکر میکنم که همونطور که خودتون فرمودید، توضیح در مورد این دو خبر و این دو رویداد خیلی مهمتره. من یکی از پرسش هایی که گذاشته بودم شما بپرسم که واقعا تغییر آقای ریکس تیلرسون رو چجوری باید تعبیر کرد، ولی خواهش میکنم در مورد همین دو خبری که خودتون امروز فرمودید توضیح بیشتری اگر هست بفرمایید ممنون میشم. تیلرسون یک بیزنسمن، رئیس شرکت بزرگ نفتی دنیا بوده، قراردادهای مختلفی با دیگران داشته و خوب میدونه که درگیری نظامی در اونجا میتونه به صلاح حتی با منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا در تضاد باشه، همونطور که دخالت در عراق دیدیم چه فجایعی بار برده در اونجا. بنابراین او به عنوان یک مرد به صلاح تاجر، یک بازرگان که خصوصا اون منطقه رو خیلی خوب میشناسه، مثلا او از برجام حمایت میکرد، با همه انتقادات و مخالفت‌هایی که از رفتار و کردار ایران در منطقه داشت، میگفت مهار کردن برنامه هسته‌ای ایران اولویت داره و ما باید اون رو بپذیریم و در هماهنگ با اون بخوایم فعالیت‌ها یا ایران رو در منطقه مهار بکنیم. ولی دو شخصیت دیگه، یعنی مارک پامپیو و تام کارتن، اینا هر دوشون در مجلس نمایندگان بودن، بر ضد برجام رأی داده بودن و حتی اگر فراموش کنید این تام کارتن یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت و 46 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این نامه رو امضا کردند که اصلا در تاریخ سیاست خارجی آمریکا بی سابقه بود که وقتی رئیس جمهور من از راه دیپلماسی میخواد یک مسئله ای رو حل بکنه، برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنه، تام کارتون یک سناتور ایالت آرکانسا بعد نامه نوشته به ایران که هر توافقی که شما با رئیس جمهور ما داشته باشین از نظر کنگره آمریکا مورد تایید نیست. و این واقعا عمل بی سابقه بود و هر دوی اینها بلند شدن رفتن، هم تام کارتون که و تام پمپیو، اینا رفتن به وین و در رابطه با این موضوع برنامه‌ها 100% مخالف هر نوع برخورد دیپلماتیک با ایران در رابطه با حل مسئله هسته‌ای بودن. و وقتی این نقاطی میکنین با صحبتی که آقای تام کری میکنه که حسنی مبارک 100% جانشین حسنی مبارک که خودش افسر نظامیه و عربستان سعودی، یعنی در منطقه زمینه این که بخوان جنگ دیگری در اونجا را بندازن و بلند پروازی ها، غرور، تکبر و اقراقگویی های بی سابقه ایران در رابطه با توانایی نظامی کشور و یا جذابیت ایدئولوژی کشور برای منطقه، یعنی اونا هم گرفتار یک جنون قدرتی شدن و در اینجا افراد و عناصری سر کار اومدن که دست راستی ترین معرف دست راستی ترین عناصرن. بنابراین این تقابل واقعا میتونه برای منطقه خلیج فارس و به طور ایران بسیار بسیار خطرناک باشه، مگر اینکه برای اولین بار رژیم ایران در چارچوب منافع ملی ایران دست به اقداماتی بزنه که بتونه جلوی این خطری که متوجه ایرانه بگیره. آقای دکتر، یک سوالی اینجا مطرح میشه برای من. در جنون سران قدرت در ایران و بلوف زدن های توخالیشون جای تردیدی نیست، ولی آیا این طرحی که داره جلو میره شبیه طرح حمله به عراق نیست؟ یعنی تمام زمینه ها رو دارن جور میکنن برای اینکه به هر حال به یه بهانه‌ای حمله رو بکنن به ایران و ایران رو بخوان که به زیر بکشن. آیا شما اینجور نمیبینید؟ دقیقاً در تأیید صحبتشون، موقعی که بن لادن رو کشتن در پاکستان یه سری اسناد و مدارک از خونه او جمع کردن و توی این اسناد و مدارک
بر مبنای گزارشاتی که بعضی با دسترسی داشتن بعضی اشاراتی راجع به ایران بوده، ولی جملات مبهمی هم بوده، اشارات مبهمی هم به ایران بوده که مثلا بن لادن میخواسته از ایران استفاده‌ای بکنه در رابطه با اهداف خودش، و یا ایران میخواسته از بن لادن استفاده بکنه به این معنا که دشمن دشمن دوست توه. این رو مارک پامپیو ارائه داده به کنگره و به شخصیت‌های دیگه برای اینکه ثابت بکنه که ایران و القاعده با هم همکاری میکردن، و دقیقا همین حرفی بود که راجع به صدام حسین زدن در تایید حرفشون، برای اینکه افکار عمومی آمریکا رو آماده بکنن برای حمله به عراق. این بود که میگن صدام حسین خطرناکه، بمب هسته‌ای داره و با القاعده رئیس تروریستا تشکیلات تروریستی به همکاری های خشونت آمیز داره. یکی اینه در رابطه با ایران مطرح میکنن، ولی واقعیت همینه که این رژیم به این دلیل که رژیم ایران از بیخوبون با منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران به نظر من دشمنی داره، یعنی توجهی به اون نداره به خاطر بلند پروازی های ایدئولوژیک و منافع خاص گروهی که امروز طبقه حاکمه رو در ایران تشکیل دارن، اونها هم در واقع به قول معروف آب به آسیا به اینها میریزن. بنابراین رفتار و کردار ایران میتونه مورد استفاده اون گروه ها قرار بگیره برای تأیید ادعاهایی که راجع به نیت و اهداف ایران دارن. این واقعا حرف شما کاملا صحیحه. این زمینه داره ایجاد میشه که ایران همون نوع خطری میتونه باشه برای منطقه و یا برای آمریکا و اروپا که صدام حسین، با یک تفاوت اساسی که در اون موقع صدام حسین به هیچ وجه به عنوان یک خطر از جانب مصر یا از جانب عربستان سعودی یا از جانب کشورهای عربی خلیج فارس دیده نمیشد، در حالی که امروز ایران به دلیل تبلیغاتش و به دلیل نفوذ دخالتهایی که در عراق و سوریه و لبنان داره و در یمن داره، بدون تردید نگرانی هایی هم در اسرائیل و هم در عربستان سعودی و هم در کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد کرده که امروز حمایت کشورهای منطقه برای یک حمله نظامی به ایران خیلی بیشتر از حمایت منطقه در رابطه با عراق بود. آقای دکتر فرهنگ، این بازی یه طرفه نیست. تنها بازیکن این آشوب‌ها ایران نیست. هر کدوم از این کشورها هم به تناسب قدرت و توانشون در ایجاد این آشوب‌ها دخالت دارن. عربستان سعودی مگه کم دخالت داره؟ با تمام توانی که داره و امکاناتی که به کار می‌بره برای دخالت در کشورهای منطقه، چرا فقط یقه ایران رو باید چسبید؟ من از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنم. به این دلیل که در طی از زمان سرنگونی طالبان و حمله آمریکا به عراق، یک پدیده‌ای که در اولم بهش اشاره کردم، همکاری تلویحی و ضمنی بین ایران و آمریکا ایجاد شده. هیچ تردیدی نیست. اگر حتی در رابطه با کردستان عراق باز اینها همکاری میکرد. این همکاری به این دلیل بود که هر دو اینها، یعنی هم رژیم ایران و هم دولت آمریکا، اولویت خطرناک بودن رو به داعش میدادند. بنابراین شکست داعش براشون اهمیت بالاتری داشت تا درگیری با ایران به سر دشمن دشمن دوستته. امروز داعش از نظر نظامی شکست خورده، از نظر نظامی، از نظر ایدئولوژیک یا افکارهای تروریستی میتونه باز خطر باشه برای جهان غرب یا برای منطقه، ولی به عنوان یک نیروی نظامی که بیاد زمینی رو کنترل بکنه و اسم خودش رو کشور بذاره از بین رفته. بنابراین اون دوره همکاری ضمنی و تلویحی بین ایران و آمریکا پایان یافته و امروز هم از جهت منطقه اینه که همه اینها بدون تردید
ایران داره نفوذ آمریکا در منطقه رو به چالش میکشه. حالا با چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، این اقدام ایران به طور اجتناب ناپذیر عکس العمل ایجاد میکنه و این عکس العمل میتونه به خشونت کشیده بشه. حالا آیا این ایران توانایی درگیری با آمریکا و کشورهای منطقه رو در رابطه با بلند پروازی ها و نفوذ خودش داره؟ به نظر من به هیچ وجه. و در مرحله نهایی بازنده ایران، یعنی بازنده اصلی میتونن مردم و جامعه ایران باشن. اینه که کاملا حرف شما درسته، همه این بازیگران نقشای خودشون دادن، ولی در حال حاضر این ایرانه که از جنگ عراق و تمام این بلایای خاورمیانه با برای رژیم ایران، برای بلند پروازی ها و ادعاهای ایدئولوژیک ایران دستاوردهایی داشته، در حالی که کشورهای دیگه همه بدون استثنا گرفتاری های داخلی خودشون دارن و باز در مقایسه با کشورهای دیگه منطقه ایران به طور نسبی از ثبات داخلی برخورداره، یعنی در برابر یک چالش اساسی داخلی نیست. بنابراین از این جهت خارجی ها ایران رو خطرناکتر از کشوری مثل عربستان سعودی یا حتی مصر گذشته میبینند. این نکته که میفرمایید باید به یک بینندگان عزیز خواهش میکنم از در حین گفتگویی که من دارم میکنم از انجام تلفن خودداری بفرمایید، به خاطر اینکه من نمیتونم به تلفن‌های شما پاسخ بدم. امیدوارم مشکل تلفن رو بتونیم هرچه زودتر حل بکنیم. از اتاق فرمانم خواهش میکنم برای اینکه تلفن‌های دوستان ایجاد مشکل نکنه، اگر ممکنه تلفن من رو فعلا از روی صفحه بردار اگر امکان داره. آقای دکتر، این ماجرا اگر فرض کنیم به جنگ بیانجامه، قاعدتا ایران هم تمامیت ارضیش و هم مردمش در معرض خطر و خسارات بسیار زیاد جبران ناپذیر قرار میگیرن و شاید این جنگ جنگی خونین تر از جنگ عراق هم بشود. اما ایران تنها بازنده این بازی نخواهد بود. یعنی به نظر نمیرسه که ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل این لقمه رو به سادگی بتونن حذف بکنن. شما اینجور فکر نمیکنید؟ کاملا. به هر حال وقتی بستگی به این داره که ببینید ایران مثلا امروز صحبتهای میشه در این رابطه که ایران میخواد در سوریه و در نزدیک مرزهایی که سوریه با اسرائیل داره پایگاه نظامی درست میکنه و صحبت هایی که در ایران رئیس پاسداران خامنه‌ای و غیر ظالم میکنن هیچ وقت رد نمیکنن. از طرف دیگه به حزب الله لبنان که در واقع امروز حاکمیت لبنان رو داره کنترل میکنه و نیروی اصلی نظامی اون کشورهای موشک های میدن که این موشک ها میتونه اسرائیل رو بزنه. بنابراین اگر در اونجا جنگی بخواد در بگیره کاملا حرف شما درسته که اسرائیل هم رتمه میبینه، عربستان سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس و حتی نیروی نظامی نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس، ایران هم توانایی عکس العمل نشون دادن داره. ولی واقعیت امر اینه که این ایرانه که میتونه جلوگیری بکنه از این فاجعه و این جامعه ایرانه که بازنده اصلی این ماجرا خواهد بود. بنابراین ما اگه بخوایم در چارچوب منافع ملی ایران فکر بکنیم، در اون موقع باید دید که ادامه این ماجرا چه اهدا چه منافعی برای ایران و یا چه مزاری برای ایران داره و یا اقداماتی که بتونه این مشکل رو از بین ببره چه نتایجی داره. این که تردید نیست هر وقت که آمریکایی‌ها به هر حال از جهاتی بازنده میشن، از جهاتی هم هر چقدر ناامنی در منطقه زیاد میشه فروش اسلحه به منطقه زیاد میشه. امروز آمریکا بزرگترین صادر کننده اسلحه به خاورمیانه است، بعدم روسیه، بعدم فرانسه، بعدم یعنی مشکل اساسی که در خاورمیانه وجود داره به نظر بنده آمریکا و اسرائیل نیستن، استبداد در این کشور هست. این رژیم های شبه فاشیستی حاکم بر مردم هن که ادامه کنترل برای اینها از اهمیت والایی برخورداره و وقتی در داخل ناامنن، در داخل در برابر مخالفت مردم خودشون قرار دارن، در اون موقع دنبال دشمن میگردن. رژیم ایران
ماهیت رژیم ایران اینه که همیشه باید دشمن داشته باشه. یعنی این بدون دشمن رژیم ایران هویت خودش رو میتونه از دست بده. امروز برای عربستان سعودی یه رژیم شبه فاشیستی دیگه، اون هم ایران اون دشمن شده. یعنی واقعا اگه ما دنبال راه حل برای پایان دادن به این نوع فجایع میگردیم، این راه حل فقط از درون این جوامع میتونه بیاد، وگرنه آمریکا و اروپا و روسیه و چین اینا دنبال منافع خودشونن، همیشه بودن و همیشه هم خواهند بود. این که در کجا این منافع میتونه بر ضد مردم و یا ضد امنیت و صلح در منطقه پیش بره، اون بستگی به رفتار و کردار و مواضع رژیم های حاکم بر این منطقه داره که با نهایت تاسف امروز هیچ زمانی در تاریخ مدرن خاورمیانه با این مشکلات روبرو نبوده. مثلا ایران خودش رو در سوریه پیروز میدونه. باید از دولت ایران پرسید پیروزی شما چیه؟ پیروزی اینه که 500 هزار نفر انسان کشته شده، سوریه از بیخ و نابود شده، 11 میلیون انسان آواره شدن. اینو رژیم شبه فاشیستی ایران اسمی نمیذاره پیروزی. با چه زبانی میشه به این ادعاها پاسخ داد؟ جان دکتر، هیچ چیز در مورد اون چه که در مورد ایران میفرمایید نمیشه رد کرد و تازه خیلی شما منصفانه برخورد میکنید با ماجرا. اما اگر غرب تصمیم گرفته، ببینید وقتی تصمیم گرفته بودند به عراق حمله بکنند، اگه یادتون باشه اون گزارش خلاف واقع وزیر خارجه آمریکا آقای کولین پاول در سازمان ملل متحد تیر خلاص زد، و حالا شما میفرمایید که در این سناریو آقایی که ممکنه بشه به اصطلاح جای آقای تیلرسون رو بگیره این آدم، یا جای رئیس CIA باشه این آدم، حالا اسنادی رو پیدا میکنه، یه جاهاش هم به طور مبهمه میخواد ثابت بکنه که ایران با القاعده در رابطه بوده. خب مثل این سناریو با شبیه هم نیست؟ چرا هست، ولی در ضمن از طرف صدام دیگه. مثلا تا سال 1990 صدام حسین با آمریکا و اروپا روابط عادی داشت، این فقط روابط خوبی هم در زمان جنگ ایران و عراق، آمریکا هم به ایران اسلحه فروخت هم به عراق. یعنی خیلی جالبه که 42 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختن، 11 کشور به هر دو فروختن، دائمی شورای امنیت جزو این 11 کشور بوده. یعنی واقعا همونطور که کیسینجر گفته بود، میگفت هدف و منافع ما موقعی که هر دو طرف ببازن. بنابراین صدام حسین وقتی در سال 1990 تصمیم گرفت که به عراق حمله بکنه، عراق هم به هر حال از نظر بین المللی یک کشور مستقل بود، اومد حمله ای که به اونجا میکنه پایان رابطه عادی او با اروپا و آمریکا بود، و دیدیم که با فشار بیرون. و بعدم صدام حسین همیشه میخواست یک ابهامی بذاره در رابطه با امکان داشتن، حداقل امکان این که به طور بالقوه بتونه برسه به توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای، همیشه میخواست این امکان رو در اونجا بذاره. حالا بعدن اتفاقا اسنادی که از عراق اینا آوردن و امروز در دانشگاه هاروارد اینا هست، خیلی روشنه که در و خلاصه این اسناد مجله فورن افرز چاپ کرده بود، صدام حسین ترسش بیشتر نگرانیش از ایران بود که میخواست این ابهامو در رابطه با برنامه هسته‌ای نگه داره. ولی اگر همون موقع صدام اجازه داده بود که آژانس بین‌المللی انرژی هستی بدون چون و چرا، بدون کوچکترین محدودیتی بیاد هر جای ایران، هر جای عراق که میخواد بره در رابطه با سلاح، در اون موقع دولت بوش و دوستانش نمیتونستن زمینی داخلی یا خارجی رو برای حمله به عراق رو. یعنی صدام حسین هم در اینجا نقش داشت بدون تردید. اینکه برنامه از قبل داشته باشید، این برنامه همیشه در چارچوب امکانات داخلی به اجرا گذاشته میشه، امکانات داخلی که ایران داره خواسته یا ناخواسته از روی جهل یا از روی واقعا تکبر و غرور جنون‌آمیز درست میکنه. وقتی موشک درست میکنن روش مینویسن مرگ بر اسرائیل، به عبری مینویسن، خب این تردیدی نیستش که اسرائیل اونم مردمی که 2000 سال مورد ظلم و ستم بودن، از همه کشورهای اروپایی بیرونشون کرده بودن، امروز کشور خودشون دادن، یک میاد میگه تو سرطانی،
و موشک رو میذاره مرگ برای به طور اجتناب ناپذیر عکس العمل درست میکنه و این عکس العمل میتونه زمین ساز آمادگی افکار عمومی برای حمله نظامی به ایران بشه. حرف شما کاملا دو اینا منافع خودش رو میگم در برابر این منافعی که کشورهای بزرگ در سراسر تاریخ داشتن، همونطور ایران هم یه ذره قدرت پیدا کرد. ببینیم در خاورمیانه چه جنایاتی کرده، اگه فقط دخالت خارجی به اصطلاح باشه این از قدرت میاد. بنابراین این اینطور نیست که اینا یه برنامه‌ای دارن و این برنامه عکس العمل و رفتار و کردار ایران نمیتونه تأثیری روی عملی کردن و اجرا کردن این برنامه داشته باشه. آقای دکتر، وحشت از ایران، از ایران بزرگ در اون منطقه، این درست امروز با همه خرابکاری‌هایی که جمهوری اسلامی کرده به اوج خودش رسیده و کشور ما را در معرض خطر جنگ قرار داده، اما یه امر تازه‌ای نیست. وحشت از ایران به ویژه برای تمام، برای عراق و تمام کشورهای ریز و درشت حاشیه خلیج فارس در سطح جنوبی خلیج فارس یه امری است که سابقش به دوران پادشاهی هم برمیگرده، منتها اون موقع با بازی‌های متفاوتی که در جریان بود و نقش متفاوت پادشاه در منطقه، شاید اونها جرأت پیدا نمی‌کردند و سیاست‌هایی که ایران داشت اونها جرأت پیدا نمی‌کردند تا این حد جلو بیان. اما حالا خب حماقت‌های جمهوری اسلامی هم به این مسئله دامن زده. یعنی می‌خوام بگم که یک اجماعی وجود داره بین این کشورها برای برخورد با ایران که یک سابقه تاریخی طولانی داره. ببینید، من کلمه وحشت رو به کار نمی‌برم. اگر همیشه نسبت به ایران، نوعی که به هر حال کشوری که قدرت بیشتر داشته از نظر تاریخی هم نفوذی توی منطقه داشته، همیشه نسبت به ایران نوعی نگرانی در اینها وجود داشته، به این دلیل که شاه هم در بعضی امور کشورهای عربی دخالت‌های کرده بود، حتی دخالت‌های نظامی. اما در اون موقع شاه ایران در چارچوب عرف و روابط بین‌المللی عمل می‌کرد. یعنی شاه نمی‌اومد بگه قوانین از گروگان بگیره و بخواد به قول خمینی بگه ما قوانین بین‌المللی کاغذپاره‌ن و بی‌معنیه. بنابراین اگر همونا نگرانی های از ایران داشتن، میدونستن که شاه ایران داره در چارچوب عرف و قوانین و روابط بین‌المللی عمل میکنه و هیچ وقت بدون خواست آمریکا، بدون خواست متحدین غربی خودش اقدامی نمیکنه که بخواد منافع این کشورها رو به خطر بندازه. جمهوری اسلامی در واقع نوعی یاغیگری در روابط بین‌المللی داره. کشوری که به 4 سفارتخونه حمله کرده و حتی به مناطق مسکونی سفرا و اعضای این سفارتخونه ها هم حمله کرده و به طور کلی ایران بیش از تا حدود 120 نفر از دگراندیشان رو در خارج از کشور اعدام کرده. و اینه که رفتار و کردار ایران طوری است که این که کلمه وحشتی که شما به کار میبرین قابل فهمه در برابر رفتار و کردار ایران، خصوصا امروز که به هر حال ایران هم با این حمایتی که درش هست در این کشور، این گروه های شیعهی که در این کشورها هستن، از یه طرف ما میدونیم که اینا به هر حال هیچ شهروندان مساوی با سنی ها نبودن، اعتراضاتی که دارن، نگرانی های دارن، این کاملا قابل فهمه، ولی استفاده از این به وسیله کشوری مثل ایران میتونه در کشورهای عربی نگرانی ایجاد بکنه که بی سابقه بوده. سوال اساسی برای من اینه که آیا ایران کارهایی که داره میکنه ارتباطی با امنیت و رفاه و حیثیت کشور داره یا نه؟ سوال اساسی به نظر من اینه. اگر ترون طریق حمله بکنه، به نظر من هیچ کس به ایران حمله نمیکنه. دلیلی ندارن. ایران بازار بسیار مهمیه برای دنیا. ایران تولید کننده نفت و گاز تمام دنیا بهش احتیاج داره. ایران از جالبترین و بهترین طبقه متوسط روشنفکر در خاورمیانه برخورداره. یک فرهنگ بسیار عمیق داره در اونجا. علت این که کسی بخواد به ایران حمله بکنه، نمیتونه فقط یه نقشه خارج باشه، باید یه اتفاقی در اونجا بیفته، یه رفتار و کرداری رو ببینه که این
نگرانی ها رو در خارج از کشور ایجاد بکنه که دست راستی ها هم بتونن ازش استفاده بکنن. من وقتی به این مسائل فکر میکنم، قبل از این که بخوام به نیچر امپریالیسم یا نیچر استعمار یا منافع دنیای بیرون فکر بکنم که اونا اجتناب ناپذیر هست، سوال اساسی اینه که در داخل چه رفتار و کردار و به طور کلی سیاست هایی هست که بتونه این نوع خطرات، جلوی این نوع خطرات رو، خطراتی که در برابر کشور قرار داده بگیره. از اینجاست که مشکل اساسی ایران و استبداد در ایرانه، نه سیاست خارجی آمریکا. آقای دکتر، با توجه به تجربه‌ای که شما در مسائل سیاسی دارید، مطالعاتتون دارید، یک سوال برای من مطرح میشه. اگر برنامه این باشه که به ایران حمله نظامی بشه، هدف از این حمله چی میتونه باشه؟ برانداختن رژیم میتونه باشه؟ آرام کردن رژیم میتونه باشه؟ امتیاز گرفتن از رژیم میتونه باشه؟ چون قاعدتاً با وجود این رژیم، کماکان غرب سرش رو شبها بر بالین به آرامش نخواهد گذاشت. هدف این بر مبنای تمام مطالبی که خودشون نوشتن، هدف از حمله امکان حمله نظامی به ایران نابود کردن تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران از راه بمبارون هوایی و به طور مسلم هم دور که شما توضیح دادین بهای انسانی و مادی و نظامی من ولی این که بخوان ایران رو بخوان اشغال بکنن، ایران از نو بشه یه عراق دیگری بشه یا لبنان، به هیچ وجه. به همین دلیل هم است که حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران قبل از اینکه بر ضد نظام ایران باشه، بر ضد مردم ایرانه. برای اینکه یه حمله نظامی میتونه از نظر سیاست خارجی و توانه‌های بلند پروازی و دخالت در کشورها ایران کاملا ضعیف و بی اعتبار بکنه، ولی توانایی نظام رو برای سرکوب مردم ایران افزایش میده. یعنی اگر رژیم ایران مورد حمله خارجی قرار بگیره، جنایاتی که بر ضد آزادی خواهان ایران، مبارزات زنان ایران میکنن و غیر ذلک تشدید میشه. بنابراین این حمله آمریکا که این ما در راجبش داریم صحبت میکنیم، قبل از این که بخواد به ضرر رژیم ایران باشه، به ضرر مردم ایرانه. به همین دلیل هم هست که واقعا مبارزه برای جلوگیری از این باید از طرف مردم ایران داخل و خارج و توجه به این که این رژیم ایرانه که میتونه با تغییراتی در رفتار و کردار و تبلیغات خودش در درجه هم. روزی نیست که دائم تبلیغات ایران علیه عربستان، مشروعیت عربستان سعودی رو زیر سوال میبرن، اسرائیل رو میگن سرطانه، کشورهای عربی و غیر ذلک. خب وقتی این نوع حملات به این کشورها میشه، خود این کشورها مشکلات داخلی دارن. بهترین خدمت رو ایران به دست راستی ترین عناصر اسرائیل کرده، بهترین و جالبترین تهدیدهای سوق و انتقاد از نتانیاهو از خود اسرائیل میاد، بهترین انتقادات در رابطه با رفتار اسرائیل با فلسطینیا از خود اسرائیل. ولی به دلیل این تقابلی که ایران با اسرائیل پیدا کرده، طرفداران آزادی، طرفداران صلح، دست نیروهای مترقی اسرائیل به حاشیه کشونده شدن و دست راستی ترین گروه ها تحت تاثیر خطر ایران اومدن و دولت اسرائیل رو تبدیل به یه دولت کاملا دست راستی کردن که امروز نتانیاهو میتونه هر کاری دلش بخواد، چه در آمریکا و چه در منطقه. نه، اون چیزی که در خاورمیانه در گذشته مشکل اساسی و تضاد اساسی بین دولت اسرائیل و مسئله فلسطین بود، امروز اون از بین رفته و شده تصادم اساسی شده بین دولت اسرائیل و به طور تلویحی با همکاری و ائتلاف با عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس از یک طرف و ایران از یک طرف دیگه. این برنده این ماجرا کیه؟ بهای انسانی و مادی این تقابل رو کی میده؟ من فکر میکنم که آقای دکتر، این درگیری از درگیری‌هایی نیست. این درگیری اگر به وجود بیاد، عمقش و میزان خسارتش نمیدونم، اینطور فکر میکنم که دامنه به مراتب وسیع‌تر از دامنه تلفات و خسارات جنگ با عراق پیدا بکنه. اینجور فکر نمیکنی؟ ببین، ایران تنها توانایی که از نظر نظامی داره نیروی زمینیه، نیروی زمینی که در واقع در
نه نیروی هوایی ایران قابل توجه به از نظر تکنولوژی به ایران بسیار ضعیف، و حتی بودجه نظامی ایران از بودجه بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس هم کم. موفقیت هایی که ایران در منطقه داشته بیشتر از طریق گروه‌هایی بوده که ایران اومده شیعیان، جوانان شیعه پاکستانی و عراقی و افغانی رو تربیت کرده، به اینا پول داده، به خانواده هاشون اجازه اقامت ایران داده، که دیدبان حقوق بشر یک مطالعه بسیار جالبی در این رابطه کرده. یکی هم گروه های حزب الله، یعنی تعداد کل افرادی رو که نظامی ایرانی رو که ایران به منطقه فرستاده محدوده، ولی تونسته استفاده بکنه از گروه های شیعه ای که نوعی احساس همکاری خویشاوندی با رژیم ایران دارن، با سازمان دادن اینها، مسلح کردن اینها و آموزش دادن اینها تونسته این نفوذ خودش رو گسترد، و با کمک آمریکا. یعنی وقتی ایران میره در قسمت‌های داعش رو در عراق که نیروهای شیعه که ایران ازشون حمایت میکرد پیشروی داشتن، بمبارونش رو آمریکایی‌ها میکردن. یعنی بدون بمبارون آمریکایی‌ها پیشرفت نیروهای زمینی امکان پذیر نبود. بنابراین ایران حد اکثر عملی که بخواد نشون بده اکثر عمل نظامی بسیار محدوده، و به نظر من آمریکا یا هیچ کشور دیگه ای نمیخواد ایران رو اشغال بکنه، ولی از نظر نگرانی اینها از نظر اقتصادیه، از نظر اینکه بخش با یک سوم از تمام انرژی دنیا داره از خلیج فارس میاد بیرون، بسیاری از کشورهای آسیا وابستگی دارن به این آزادی کشتیرانی و عبور کشتی‌های نفتی از منطقه، نگرانیشون اینه که چه پیامدهای اقتصادی میتونه داشته باشه برای دنیا و برای منطقه. ولی به نظر من این تصور که آمریکا بخواد بره ایران رژیم رو عوض بکنه و یه رژیم دیگه مثل صدام حسین بیاره، اون کار رو در اونجا کردن، و وقتم ایران کشور خیلی بزرگتریه و برخلاف رژیم صدام که پایه اجتماعی نداشت، رژیم ایران یک پایه اجتماعی داره که این پایه اجتماعی خصوصا سپاه پاسداران و بخشی از گروه بسی، اینها با رژیم ایران احساس خویشاوندی و به اصطلاح اطاعت خواهند کرد ازش. ساده نیست آمریکا بخواد 1,000,000 سرباز بفرسته و به طور دائم اینها در همچی امکان پذیر نیست. اون چیزی که آمریکا میخواد از بین ببره نفوذ ایران در منطقه است، و از بین بردن نگرانی ها و وحشت کشورهایی که در برابر تبلیغات ایران قرار دارن. این کار میتونه با از بین بردن تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران به نتیجه برسه. آقای دکتر، در این صحبت هایی که کردیم اروپا رو ندیدیم. اروپا کجای این بازی ایستاده؟ آقای مکرون چرا اومده جزو جناح آقای ترامپ و داره دوست جونجونی ترامپ میشه؟ چرا رفقای خودش اونجا تنها گذاشته؟ این بازی اروپا در این وسط چیه؟ اول هر کشوری در اروپا، من اون اطلاعات به اصطلاح دقیق و جامعی راجع به سیاست خارجی کشورهای اروپایی ندارم، ولی اینو میدونم که امروز اروپا از یک طرف گرفتار مسائل اقتصادی خودشه، یعنی اونها تو این تحول عظیم تکنولوژی که در دنیا به وجود اومده هر کدوم گرفتاری های داخلی خودشون رو دارن. یکی این که این اتحادیه اروپا که به هر حال 70 سال، و این خیلی جالبه، برای اولین بار در تاریخ تمام اروپا این اتحادیه اروپا یعنی ناتو و اتحادیه اروپا 70 سال برای اروپای غربی صلح و پیشرفت اقتصادی ایجاد کرد، و حالا این مورد چالش قرار گرفته، هم به خاطر مسئله مهاجرین، هم به خاطر این به اصطلاح این گلوبالیزیشن جهانی شدن اقتصاد. اینه که هر کشوری در اروپا دنبال منافع خودشه، و دقیقا به این دلیل که دنبال منافع خودش شده، باز دوباره بعد از 60-70 سال گروه های ناسیونالیست دست راستی که دقیقا در دهه 1930 بود، بعد از جنگ بین الملل اول در 1920-1930 وجود داشتن، که از شخصیت های مثل هیتلر و موسولینی رو سر کار بردن، بعضی از این کشورها هم این گرفتار این دست راستی در اونجا شدن، که یه مقدارش مربوط به تحولات اقتصادی دنیاست، یه مقدارش مربوط به این که اروپا این عادت که برخلاف آمریکا که به هر حال همیشه از
مذاهب و گروه های مختلف تشکیل شده بود. اروپا اینطوری نیست. بنابراین اروپا هم اون دشمنی که در گذشته با اتحاد جماهیر شوروی داشتن، یه طرف به اصطلاح تشکیلات ناتو بود، یه طرف تشکیلات ورشو بود و اینا در برابر هم قرار گرفتن، اینا همه از بین رفته و امروز واقعا یک تحولی در دنیا ایجاد شده که هیچ کس نمیدونه که این در چه طریقی پیش خواهد رفت. اتحادیه اروپا مورد سوال قرار گرفته، روابط آمریکا با اروپا مورد سوال قرار گرفته و بالاتر از همه یک فردی در آمریکا رئیس جمهور شده که اینو واقعا بدون اغراق میخوام به شما بگم که تحلیلگران به اصطلاح علوم سیاسی، ناظرین و روزنامه نگاران، سیاست مداران و دیپلومات ها دنبال زبانی میگردن که بتونن این موجود رو تشریحش بکنن، توجیهش، بگن این کیه و چی میخواد. در تاریخ آمریکا بی سابقه است و یه همچه آدمی که مرتب یه عده میاد میگه این اصلا به طور کلی از اون تعادل لازم برای بودن در این قدرت نداره، عده زیادی داره، یعنی سایکاتریست ها و آدمان. و این هم برای اروپایی ها مشکل اصلا بی سابقه است که همین اتفاقی که دیروز و امروز افتاده که بیاد بین رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا یک همچی رد و بدل بشه. وقتی این سه تا نوار رو بر ضد مسلمان آقای ترامپ نشون داد، از پرس سکرتریش، از مسئول که صحبت با خبرنگاران پرسی، میگن که اصلا این ویدیوهایی که درست کردن اینا ویدیوهای غلط، اصلا وجود نداشته، اینا ساختگی. میگه فرقش چیه. از یه طرف همین، یعنی این واقعا این ابهامات، به قول عبارت جالب خود شما که هر کسی ساز خودشو میزنه، برای اینکه اتفاقاتی در اروپا و جهان خاورمیانه افتاده و از یه طرف دیگه چین امروز داره بزرگترین دومین قدرت اقتصادی دنیا که به سرعت داره به قدرت اولین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل میشه. بنابراین دوره‌ای که ما داریم تو زندگی میکنیم در یک تحول بسیار اساسی اقتصادی و امنیتی داره میره که هیچ کس برنامه مشخصی نداره. تنها کسانی که دنبال برنامه میگردن دایجان ناپلونا که همیشه فکر میکنن که یه کاسه زیر نیم کاسه هست و یه عده دقیقا میدونن که چه خبر میشه، ولی اون یه قصه بیمعنیه. این ابهام، این مشکل، این در برابر به اصطلاح گزینه هایی قرار گرفتن که هر کدومش پیامدهای ناخواسته و مشکلات خاص خودش رو داره، امروز مسائل بسیاری از کشورها در دنیا از جمله اروپا شده و این به کجا کشیده میشه. خطر بزرگش اینه که رئیس جمهور آمریکا کسیه که حتی از نظر رفتار و کردار شخصی با هیچ معیار و محک تاریخی یا ایدئولوژیک نمیخونه. این به کجا داریم بیریم هیچ کس نمیدونه، ولی در جریانی که توش هستیم نگرانی های بسیار وسیعی در آمریکا و اروپا ایجاد کرده که حتی وقتی اخبار رو دنبال میکنیم بیشتر سوال، بیشتر اگر، بیشتر معماست تا تحلیل سیاسی. آیده دار، این توضیح شما منو باز برمیگردونه به مسئله‌ای که در ایران باهاش مواجه هستیم. اگر چون با این ترتیب من حس میکنم که حتی اگر اروپا همراه آمریکا نیاد، آمریکا ممکنه تحت این نوع رهبری دست به حمله نظامی بزنه. کامل. و اروپا بجز بریتانیا کشور دیگه حتی موافق حمله به عراق نبود. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مخالفت کرد. یعنی این یک اقدام خودسرانه و غیر قانونی آمریکا بود و بریتانیا هم که باشه هنوز تونی بلر رو دارن محاکمه میکنن که اونم تحت تاثیر بوش دست به اقدامی زده بوده و دروغ گفته بوده به مردم و پذیرفته بوده این اسناد و مدارک که به اصطلاح ساختگی که آمریکا بهش ارائه داده بودن. اروپا هم از نظر نظامی در این از جنگ دوم کنونی تا کن از نظر نظامی اروپا در واقع تحت به اصطلاح کنترل و حفاظت آمریکا بوده، این ناتو بوده. بنابراین امروز اروپایی ها قبل از اینکه به نگرانی های به اصطلاح نگرانی نظامی داشته باشن، چون کسی خطر نظامی برای اروپا به اون شکل گذشته وجود نداره، ولی مشکلات داخلی اقتصادی و مهاجرتی براشون بسیار بسیار وسیعه. این
آمریکا اگر تصمیم بگیرن، یعنی اگر عربستان سعودی، اردن، اسرائیل، مصر، کشورهای عربی خلیج فارس با آمریکا همکاری بکنن، آمریکا هیچ نیازی به کشورهای اروپایی حتی ترکیه نداره، میتونه از پایگاه‌های نیروی هوایی این کشورها استفاده بکنه و دست به هر اقدامی که میخواد در اونجا بزنه. به همین دلیله که این ایرانه که برای جلوگیری از این خطر باید اقدامات لازم رو بکنه، که با نهایت تأسف ما همچی رفتاری از طرف ایران نمیبینیم. آقای دکتر، اگر بر فرض بسیار با احتمال کم ایران رضایت بده که از موشک‌های تولید موشک‌های برد وسیع، برد دراز اتمی خودداری بکنه، با کلاهک اتمی، قابلیت حمل کلاهک اتمیش بگذره، آیا غرب رضایت میده؟ ایران سه کار باید بکنه، هیچ نباید بگه فعلا حتی اگر آزمایش نکنن، ولی دو کار دیگه باید بکنه. یکی این که بیاد در عراق، ایران داره در عراق میخواد این گروه های شیعه در عراق رو تبدیل به سپاه پاسداران عراق بکنه. در جنوب عراق ایران نفوذ بسیار وسیعی داره. یکی این که در عراق باید از این دخالت هایی که بخواد دولت رو تحت مثلا از طرف شیعیان رو بخواد سرکار بیاره و گروه شیعایی رو که این میلیشیایی رو که از گروه البر که از قبل از مثلا حمله عراق در ایران بودن اینها رو به صورت سپاه پاسداران بخواد دراره، از یکی از این کار باید صرف نظر بکنه و با اروپا یا با آمریکا برای ثبات عراق همکاری بکنه. ثبات و ثبات عراق چه از نظر اقتصادی و چه از نظر امنیتی برای منافع ملی ایران بسیار بسیار خوبه. بعدم این که بعد به طور روشن بیاد بگه که در سوریه نمیخواد پایگاه نظامی ایجاد بکنه و هر اتفاقی که در سوریه تا کنون افتاده بشار اسد فعلا سر کاره و در اونجا ایران نمیخواد که یک به عنوان یه نیروی نظامی حضور داشته باشه، برای اینکه دقیقا توی مرز اسرائیل و شعارهایی که علیه اسرائیل. و سوم در رابطه با مسلح کردن حزب الله در لبنان که اگر بخواد ادامه بده مسلح کردن حزب الله رو، که حزب الله این توانایی حمله نظامی به سوری به اسرائیل رو داشته باشه، این درس موردی که برای دنیای غرب و برای کشورهای منطقه رفتار ایران مسئله ساز شده و در کنار این سه مورد این تبلیغات ایرانه که واقعا وقتی شما به عربی نمیفهمم ولی برنامه های رادیو تلویزیون عربی ایران دقیقا داره تشدید میکنه این نگرانی که از رفتار ایران داره. بنابراین ایران میتونه کارهای مشخصی بکنه که در واقع نه تنها هیچ تضادی با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداره، بلکه به نفع مردم ایرانه و میتونه این خطر رو به کلی رفع بکنه، روابط اقتصادی خودش رو با اروپا با جهان به کلی عادی بکنه، حتی همطور که آقای روحانی مرتب میگه سرمایه خارجی به ایران جلب بکنه. سرمایه خارجی که اینا میخوان جلب بکنن امنیت میخوان و اگر ایران بهترین راه اینه که امنیت رو در داخل بخواد درست بکنه اینه که این بلند پروازی ها و اهداف که در منطقه داره رو از اینها دست بکشه، با اینها روابط عادی به بین المللی بخواد داشته باشه و البته در اونجا رابطه جامعه ایران با رژیم ایران مسئله است کاملا جدا. ولی تا زمانی که ایران این تقابل رو با جهان غرب و اروپا داره، مبارزه آزادی خواهان، مبارزه نیروهای دموکرات، مبارزه زنان ایران برای مساوات در ایران مشکل تره. ایران هر چقدر روابط خارجیش عادی تر بشه و نظر اقتصادی و تجاری بتونه ارتباطات عادی و عرفی با جهان داشته باشه، زمینه مبارزه با استبداد فاشیست مذهبی در ایران برای نیروهای مترقی بهتر میشه. این توضیحات که شما میفرمایید و اونچه که من میفهمم فقط یه معجزه میتونه ایران رو نجات بده، یا اینکه این اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه این نسل در ایران هم یک طبقه سر کار اومده، یک طبقه مرفه سرمایه‌دار خودش اینا درست کردن که اینها هم از بعضی جهات علاقمندن که صلح و صفایی بین خود اینها هم اختلافاتی هست که این اختلافات
که فعلا به نفع دست راستی ها، برای اینکه اونا تمام نهادهای نظامی و امنیتی و اقتصادی رو کنترل میکنن، ولی تا زمانی که این گروه ها سرکار هستن، تا زمانی که خامنه ای و رهبران سپاه پاسداران سرکار هستن، این فاجعه ادامه داره و این ادامه این فاجعه میتونه دقیقا اون خطر و درگیری نظامی رو درست بکنه. نفع این یعنی یه تحول در داخل کشور، یه تحول در درون خود رژیم. به یه شکلی هستن گروه، همونطور که اگر یک بار قبل از اینکه خمینی زهر نوشید و صلح آتش بس با عراق رو پذیرفت، اگر بنده و جناب علی میگفتیم این کار رو بکن، سر از زندان در میآوردیم اگه در داخل ایران بودیم. بنابراین اینها هم دیر یا زود به اون بنبست میرسن که همه این نوع بازی های بین المللی برای کشورهای مثل ایران در چنده داره. بعد خود آمریکایی ها ببینید در چه این همه ظلم و جوری که در ویتنام کردن به کجا کشیده شد، یا امروز در خاورمیانه. یعنی امروز یا روسیه در افغانستان و غیرستان، اینه که این کارهایی که ایران داره میکنه در درون خودش پر از تضاد و تناقضه که دیر یا زود سرش به دیوار میخوره. ولی کی این دیر یا زود کیه و بهای انسانی و مادی اونو تا کی مردم ایران باید بدن، اون سوال اساسی آینده ماست. ولی معجزه نمیخواد، یک کمی به نظر من مبارزه در داخل کشور، در به نظر من همین شرکت نیروهای خارج از کشور در این گفتمان آزادی خواهی و ترک کردن این مسائل، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم یا مردم میتونن بکنن اینه که بخوایم به این رژیم بگیم که ادامه این راه میتونه نتایج فاجعه بار برای کشور داشته باشه. این امید رو داشته باشیم که در درون اینها عناصری هستن که به فکر مردم، امنیت و جامعه ایران هم باشن. ولی اگر هم چیزی وجود نداره، به نظر من فاجعه نصیب ایران خواهد شد. خب شایدم حالا شما با معجزه موافق نیستید، ولی شاید مثلا یه تغییری که میتونه شرایط ایران تحت تاثیر قرار بده مرگ آقای خامنه ای باشه. اون که بستگی داره که بعد از مرگ آقای خامنه ای، اینم خیلی جالبه که به هر حال خامنه ای هم توجه داشته باشیم که اتفاقا مرگ خامنه ای، اگه تاریخ ایران رو در نظر بگیریم، مرگ خامنه ای جالبه به این چه که خامنه ای برخلاف شاهان و گذشته یا برخلاف ارباب خودش خمینی، آدم بلا منازع در ایران نیست. در ایران امروز انواع و اقسام صداها در میاد. تصور میکردیم که محمود احمدی‌نژاد که اینقدر مورد توجه آقای خامنه ای بود بیاد بگه که سیستم قضایی شما فاسده، مستبده، اعضاش بیاد افشاگری بکنه راجع به اینا. در درون جامعه ایران امروز همه حرفا زده میشه. بنابراین وقتی خامنه ای بمیره، جانشین او خیلی راحت نیست که قدرت بلا منازعی بود مثل آقای خامنه ای بگه که میخوام این خمینی بیاد بگه میخوام خامنه ای باشم، یا یک شاهی بره و فرزندش بیاد. در اینجا وقتی خامنه ای بره، رقابت قدرت و درگیری با جانشین او میتونه زمینه های مثبت و امیدوار کننده ای برای نیروهای مترقی ایران ایجاد بکنه. دقیقا اینجاست که نیروهای مترقی ایران فکر بکنن که اگر فردا زمینه آزادی حتی موقتی دراز شد، بهترین راه برخورد با اون چیه، چه نوع ائتلاف و اتحادی میتونه توانایی اونها رو گسترش بده و تاثیرگذاری اونها رو بیشتر بکنه. اینکه به طور اجتناب ناپذیر فرصت برای نیروهای مترقی پیش میاد، سوال اساسی اینه که آیا آمادگی برای استفاده از این فرصت وجود داره یا نه. سوال این سوال 1,000,000 دلاری آقای دکتر ظاهرا در خارج از کشور چنین زمینی است. دکتر شنیدم که البته در یک ماهی گذشته، در چند هفته گذشته، بعضی از گروه‌های مخالف رژیم در سنای آمریکا، کنگره آمریکا حضور پیدا کردن و بهشون وعده های کمک های بسیاری هم داده شده که از حرکت های اونها حمایت میکنه. شما خبر دارین؟ این تنها گروهی که تا اونجایی که من اطلاع دارم که به طور رسمی لابی دارن و فعالیت هایی دارن و حمایت های قابل توجه دارن، گروه مجاهدینه. نه، غیر از مجاهدین.
غیر از مجاهدین گروه هایی هستن که به صدا همین نیاک گروه هایی هستن که اینها مخالف جنگ هستن و علاقه من به بهبود رابطه ایران و آمریکا هستن، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم اینا به عنوان لابی عمل نمی کنن. من شنیدم بعضی از گروه های متمایل به جناح سلطنت طلبا و مشروطه خواها در کنگره طرف مشورت قرار گرفتند و بهشون قول همکاری و کمک از هر جهت داده شده. من اطلاع ندارم. من همچین گروهی که بخواد در ایران زمینه ای داشته باشه که از این جهت کمک بگیره که حداقل به شکل سازمان داده شده وجود نداره. ولی شخصیت های به احتمال زیاد هستند که اینا عنوان کارشناس مسائل ایران با اینها مشورت بکنن. ولی گروه لابی که تنها گروهی که لابی که امروز بعضی شخصیت های مهم و دولت های خارجی و پولای گنده استفاده می کنند گروه مجاهدین. دیگران اگر هستند من اطلاعی ازشون ندارم. آقای دکتر، به عنوان شاید آخرین سوال از شماست، شاید هم سوال ما قبل آخره، این اصلاحاتی که در عربستان سعودی این پرنس جدید عربستان سعودی داره انجام میده، این رو تا چه حد باید ریشه‌ای تلقی کرد؟ عده‌ای از هموطنان ما شروع کردن به سود زدن که اینها خیلی دارن پیشرفت میکنن این حرفا، در حالی که اون چه که اون داره عرضه میکنه در ایران از 70 80 سال پیش کم و بیش وجود داشته و روز به روز هم حتی در دوران جمهوری اسلامی توسعه پیدا کرده، چه برسه به دوران خانواده پهلوی در ایران. ولی عربستان سعودی بیدیم سالها و سالها عربستان سی نقش بسیار مهمی در ایجاد این رادیکالیسم اسلامی ایفا کرده در سراسر دنیا. تا اونجایی که من اطلاعاتی راجع به این خانواده به اون شکل ندارم، ولی بر مبنای مطالبی که میخونم دو بینش کاملا متفاوت وجود داره. یکی بینشیه که این تامس فریدمن که مصاحبه مفصلی هم هفته گذشته با او داشت و مقالاتی نوشته و دیگران که یک وبسایتی هست که اینو مقالات در اونجا جمع میشه مال گریسی که من مرتب میخونم، دو تا بینش وجوده. یکی این که این آدم واقعا میخواد تغییرات و تحولاتی ایجاد بکنه و در سن 32 سالگی بیشتر میخواد به خود اینطوری که خودش میگه اسلام معتدل در اونجا برقرار بشه و به طور کلی نسبتا به آزادی های مدنی بیشتر توجه داشته بشه، نه اینکه بخواد این قدرت آل سعود رو از بین ببره. یه عده دیگه هم بیشتر میگن این بیشتر در چارچوب رقابت های داخلی خانواده است که این به کدوم طرف کشیده بشه ما نمیدونیم. ولی واقعیت امر اینه که امروز اکثریت 70% از جمعیت عربستان سعودی زیر 40 سال هن. و این جوانایی که بودن، خیلی از این جوانای خواسته های خودشون در خارج از کشور درس خوندن. در اونجا هم نیازهایی برای تغییر و تحول هست. ولی آیا این دولت اونجا در واقع عربستان سعودی یک اینا دولت نیست، اینا صاحب کشورن. صاحب پروپرایتر، یعنی فکر میکنن که اینا همه چی مال این خانواده است و بین خودشون تقسیم. آیا این رژیم توانایی حرکت در جهت ارزش‌های دموکراتیک یا ارزش‌های مدنی رو داره؟ من واقعا اون دانش و اطلاعاتی که بخوام حتی حدس را جلس بزنم ندارم، ولی دو بینش وجود داره در رابطه با این به هر حال بن سلمان که امروز دست به اقداماتی زده که برای بسیاری از ناظرین منطقه تعجب‌آور و شگفت‌انگیز بوده. آقای دکتر، به عنوان آخرین پرسش قول میدم آخرین باشه، شما وقتی اشاره میکنید به اینکه بتونن چه در خارج و چه در داخل کشور به دور هم بنشینن، آیا واقعا امکان، آیا صحبت از اعتراض میکنید، صحبت از ائتلاف میکنید یا صحبت از دو تا اگه هر جایی که دموکراسی مدنیت نهادینه شده دو واقعیت پذیرفته شده، یکی ائتلاف یکی سازش. سازش به معنای مثلا کامپرماز کوتاه اومدن. این من قبل از انقلاب 10 سال در ساکرامنتو درس میدادم. در اونجا یادم 4 گروه مختلف دانشجو بودن، ماویست بود، انور بوجهیست بود، اسلامیا بودن و چریکا بودن. و هر وقتم بسیاری اوقات میخواستن مثلا یک
اتاقی چیزی در دانشگاه بگیرن میباید یکی از استادان بپذیری که در اون مدت اونجا باشه، که من این رو همیشه میپذیرفتم برای هر چهار گروه هر وقت که میخواستم. ولی اینا یک بار نشد که دور هم جمع بشن، و حتی تلاشایی هم که دیگران در امریکا در شرق و غرب میکردن، یعنی میخوام بگم که دور هم جمع نشدن و به همدیگه گوش ندادن فقط مربوط به ساواک یا ساواما نیست. در برکلی و برلین و لندن که ساواک و ساواما نبودن قبل از انقلاب، امروز بهتر شده، حداقل بر مبنای اون چیزی که میخونیم، بر مبنای همین برنامه هایی که شخصیت هایی مثل شما دارن که بینش های متنوع مطرح بشن. یعنی ما باید یاد بگیریم که دنیای سیاست به طور اجتناب ناپذیر دنیای استکاک و تضاد عقاید، منافع، سلیقه و درگیری شخصیت، هر چه آدم ها بودن 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، امروز، هر جا. بنابراین دموکراسی یعنی پذیرفتن این واقعیت و اون نوع سازش و اون نوع کامپرومایز، اون نوع اعتراف که بتونه، حتی هیچ کس نمیتونه دنبال خواست حتی اکثری خودش باشه. هر اگر گروه ها بخوان دنبال خواست حتی اکثری خودشون باشن، به طور اجتناب ناپذیر حاکم شمشیره. فرض بکنیم آقای فروزنده که فردا ایران 100% آزاده، یعنی من و شما و میلیون ها آدم از انواع اقسام بینش ها و اعتقادات در ایران کاملا آزادند که دنبال فعالیت های خودش سیاسی نباشن. اگر در اون موقع هر گروهی مثل بخواد بعد از این انقلاب یا بعد از انقلاب مشروطیت عمل بکنه، یعنی تیک پاره بشه، اتمیزه بشه و وقت و انرژیشو صرف رقابت با یکدیگه بکنه، دارن گروه هایی که ادعای خواست مدنیت رو دارن، در اون موقع من فکر میکنم باز این اسلامگراها که اگر 15% یا 20% مردم رو به خودشون جلب کنن، چون اونا آمادگی پذیرش استبداد، آمادگی پذیرش رهبر، امام زمان و امام حسین و امام حسن رو دارن، اونا میتونن متحدتر بشن تا آزادی خواهان، تا کسانی که بینش های کاملا مترقه و فهم. ما ایرانی ها کوچکترین مشکل فهم و درک و تحلیل نداریم، کوچکترین مشکل دانش نداریم، ما مشکل رفتار داریم، مشکل عادت داریم، مشکل فرهنگ داریم. اونها رو فقط با عمل میشه حل کرد، و در خارج از کشور شرکت در این بحث های متنوع و همکاری و این دقیقاً مسئله مطرح کردن، یعنی به این نسل‌های آینده‌ای که در ایران، ما که دیگه کارمون تموم شده، که در ایران بگیم اشتباهات ما در گذشته چی بوده، کوتاهی‌های ما چی بوده، از نظر بینشی چه اشکالاتی داشتیم، از نظر رفتاری چه اشکالاتی داشتیم، که این نسل‌های جدید بتونن از گذشته درس‌هایی بگیرن که وقتی فرصت پیش میاد باز اتمیزه نشن، تیک پاره نشن، که اجازه بدن کسانی که بتونن مطلقندیش و استبداد پذیر باشن اونها دست بالا رو بگیرن. سپاسگزارم جناب دکتر از شرکتتون در برنامه و فرمایشات بسیار مفیدی که فرمودید. به امید اینکه هر چه زودتر دوباره شما رو داشته باشیم. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، برنامه در اینجا به پایان رسید. این برنامه ساعت 6:30 صبح فردا به وقت لس آنجلس بازپخش خواهد شد و برنامه یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر یک شنبه پخش و ساعت 6:30 بعد صبح روز دوشنبه به دنبال یک شنبه بازپخش خواهد شد. هر جا هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.